میخوایم با هم بررسی بکنیم که اساساً زود انزالی چی هست و راهکارهای رفع زود انزالی چه مواردی هستند. ببینید، زود انزالی به طور کلی به ارگاسم رسیدن با سرعت بسیار بالاست که باعث این میشه که همسر ما به انزال و ارگاسم کامل نرسه. پس این که مطلق ما بخوایم زمان مشخصی بگذاریم که من مثلا رابطه جنسیم 15 دقیقه است من زود انزالی دارم، یا 5 دقیقه زود انزالی دارم، یا نیم ساعت زود انزالی دارم، اینطور نیست. رابطه جنسی مراحلی داره، مراحل اولیه داره که گفتگوست و تأمین و آمادگیه، و بعد از اونه که رابطه جنسی اصلی شروع میشه. پس شرط اصلی در رابطه جنسی به ارگاسم رسیدن زوجین هست. این مطلب بسیار مهم. مطلب بسیار مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنم اینه که ببینید، اگر شما موارد سبک زندگی سالم رو شروع کنید به رعایت کردن، مطمئن باشید که همون توضیحاتی که داریم در کلیپ های متعدد در اینستاگرام میگیم و همینجا در یوتیوب دارید کلیپ های متعدد راجع به سبک زندگی میبینید، اینا رو اگر شما رعایت بکنید، مطمئن باشید که خیلی از مشکلات جسمی، روحی، فکریتون برطرف میشه، من جمله زود انزالیتون. مثلا این که شما وقتی که در ایران دارید زندگی میکنید و غالب مناطق کشور ما گرم و خشک هستن و دائما دارید از گرمی ها و خشکی ها استفاده میکنید، قطعا و قطعا باعث زود انزالیتون میشه. و البته شما باید مزاجتون هم بدونید. ما یک ویدیو اختصاصی راجع به مزاج شناسی هم داریم توی یوتیوب، حتما برید این رو ببینید، سوای دوره‌ای که در سایت داریم میتونید برید به طور خلاصه با مزاج شناسی آشنا بشید و بدونید که خب چه مزاجی مستعد زود انزالیه و چه مزاجی مستعد زود انزالی نیست. یه فرهنگ غلط هم هستش که باب شده، یعنی یه تصور غلطه که باب شده. تصور غلط این هستش که من هر چی که سردی بخورم زود انزال میشم و هر چی که گرمی بخورم دیر انزالی میاد سراغم. اصلا اینطور نیست. اتفاقا اگر شما در مصرف گرمیجات زیاده روی بکنید، قطعا و قطعا زود انزالی میاد سراغتون و سرعت انزال رو افزایش میده. انزال زودرس از دیدگاه حکمای طب سنتی به دسته‌بندی‌های متعددی تقسیم شده. اولا اینکه میتونه به خاطر مشکلات قلبی و ضعف قلب باشه، میتونه مشکلات کبدی، کمخونی، کبد چپ و امثال هم باشه، میتونه به خاطر مشارکت کلیه ها و ضعف کلیه ها باشه، میتونه به خاطر ضعف دماغ و یا همون ضعف مغز و مشکلات مغزی و حتی اعراض نفسانی، یعنی اون مشکلات فکری و روحی که داره شما رو اذیت میکنه، حتی اونها هم میتونن سبب زود انزالی بشن. پس عوامل متعددی دخیل هستن، اما من به طور کلی یه سری راهکارهایی رو میخوام بهتون آموزش بدم. اینا رو اگر که انجام بدید در رفع زود انزالی و پیشگیری از زود انزالی قطعا بهتون کمک میکنه. اولا اینکه ورزش با توجه به مزاجتون رو هیچ وقت ترک نکنید، به خصوص ورزش کگل رو همیشه انجام بدید، به خاطر اینکه ورزش کگل خب تقویت کننده عضلات کف لگنی هست، به خصوص عضله پوبوکوکسیجئوس که خب یه عضله‌ایه که خیلی در رفع زود انزالی به آقایان کمک میکنه، به بانوان البته در زایمان راحت‌تر میتونه کمک میکنه ورزش کگل. ورزش کگل هم اگر بلد نیستی فقط کافیه که سرچ بکنی، تصاویر و ویدیوهای متعددی در فضای مجازی میتونی ببینی و این ورزش رو دائما انجام بده. آقایون، شما اگر میخواید پروستات هم سراغتون نیاد، قطعا و قطعا ورزش کگل رو رها نکنید. پس ورزش به اعتدال، به خصوص ورزش کگل، ورزش هایی که بدون در نظر گرفتن مزاج انجام میشه و ورزش های خیلی حرفه‌ای، قطعا میتونه باعث آسیب به اعضای رئیسه و حتی اعضای تناسلی بشه. برای پیشگیری از زود انزالی توصیه میکنم که علاوه بر رعایت های سبک زندگی، روغن مالی بکنید اعضای تناسلیتون رو با روغن زیتون، چون روغنیه که تقویت کننده است و خود تقویت باعث میشه که زود انزالی خیلی راحت تر برطرف بشه.
یه راهکار دیگه برای اینی که زود انزالی سراغتون نیاد اینه که چیزایی که ضعف مغز ایجاد میکنند و زیاد استفاده نکنید. به قول قدیمی ها میگن اگر ترشی نخوری یه چیزی میشه. چرا؟ به خاطر یه چیزی میشی ببخشید. ببینید، به خاطر اینکه وقتی که شما ترشی زیاد استفاده میکنید، دماغ و یا همون مغزتون چون مجفف عصب هست، عصب رو خشک میکنه و در دراز مدت باعث خشکی عصب، زود از کوره در رفتن و حتی زود انزالی میتونه بشه. پس ترشی و تندی رو زیاده روی در مصرفشون نکنید. حالا من معمولا بررسی هایی که انجام دادم، خیلی از زود انزالی ها به خاطر ضعف کلیه هاست و یا ضعف اعضای رئیسه. خب یه سری دستورات کلی هم وجود داره، مثلا استفاده از غذایی که بسیار مقویه و ماها ازش غافل شدیم، مثل همون آبگوشت خودمون درست میشه، فقط به جای آب شیر داخلش هست. اسمش چیه؟ شیرگوشت. شیرگوشت بسیار بسیار مقویه و اگر شما قوتون زیاد بشه قطعا در رفع زود انزالی به خودتون کمک کردید. اگر ضعف اعصاب دارید، من توصیه میکنم که حتما و حتما از شیر بادوم غافل نشید. چند تونه دونه بادوم رو، مثلا 7 تا دونه بادوم رو آسیاب بکنید، یک مقداری بهش شکر و یا کمی عسل و عرق بیدمش بهش اضافه بکنید و آرام آرام نوشه جان بکنید. هم در میل افزایش میل جنسی به شما کمک میکنه و هم اعصابتون رو بسیار آرام میکنه که خدا نکرده زود انزالی به سراغتون نیاد. استفاده از این ترکیب آسیاب شده بادام درختی به علاوه 2 واحد بادام درختی، مثلا 100 گرم بادام درختی به علاوه 50 گرم سویق گندم، استفاده مداوم از این هم، البته بهش کمی شکر هم میتونید اضافه بکنید، بسیار بسیار در رفع زود انزالی و تقویت جنسی بانوان و آقایان میتونه کمک بکنه، به خصوص اگر که خانومی هستش که میل جنسی زیادی نداره. من توصیه میکنم دمنوش بادرنج بویه رو غافل نشه. منتها بادرنج بویه ملیسایی چطوری شناسایی بکنم؟ مثل برگ نعنا میمونه و وقتی که آسیابش میکنید و بو میکنید عطر لیمو داره و بسیارم فرح بخش هست. هم آقایان هم خانوم ها میتونن از دمنوش بادرنج بویه استفاده کنن. مقوی مغز هست، ضد نفخ هست، تقویت قلب هست، پس برای زود انزالی هم بسیار میتونه کمک کننده باشه. نخوداب ازش غافل نشید. نخوداب به عنوان یک داروی تقویتی برای قوای عمومی بدن، من جمله غذای فوق‌العاده، یعنی هم غذاست و هم دواست، به علاوه روغن زیتون اگر استفاده بشه که بسیار بسیار برای کسانی که ضعف عمومی دارن و یا زود انزالی دارن میتونه کمک کننده باشه. اگر که تو زود انزالیت به خاطر اینه که کلیات خیلی ضعیف شدن و ملمس کلیه، یعنی وقتی که با پشت دستت آرام میذاری روی عضو کلیه، از پشت کلیهات خیلی سرد شدن، فقط کافیه که کمرت رو شبها ببندی. البته اگر در فصل زمستان و در فصل سرما بتونی کلن پهلوات رو ببندی که خیلی بهتر هست، و بستن شال به دور کمر برای پیشگیری از زود انزالی ناشی از ضعف بسیار بسیار میتونه به شما کمک بکنه. البته اگر که خب برخی از زود انزالی ها به خاطر نوع ختنه غلطی هستش که در کشور در برخی از نقاط داره انجام میشه، خب باید بر اساس آن چیزی که در کتب طب سنتی در قرون متمادی گفته شده ختنه انجام بشه. البته اگر که به خاطر نوع ختنه زود انزالی در آقا ایجاد شده، ما توصیه میکنیم که از اسپره های تأخیری استفاده بکنن. منتها یک شرط بسیار مهم داره، موقعی که آقا در حالت نعوذ هستند از اسپری استفاده نکنند و قبل از نعوذ اسپری رو استفاده بکنن که خدا نکرده در دراز مدت باعث ضعف عضو نشه. سعی بکنید برای اینکه زود انزالی به سراغتون نیاد، چند ساعتی قبل از رابطه جنسیتون تنش های روزانه‌تون رو
فراموش بکنید و از تنش ها دوری بجوید. من معمولا توصیه‌ام اینه، ما به خصوص آقایون به خاطر اینکه تنش های روزانه زیاد داریم، موقعی که میرسیم پشت در خونمون، به قول یکی از روانشناس های عزیز کشورمون، باید این مشکلات رو بذاریم پشت در و بعد بریم داخل منزل و این تنش ها باعث نشه که خودش تحریک کننده باشه و متاسفانه زود انزالی به وجود بیاد. خب برای آرامشش چی توصیه میکنید که من این تنش ها رو زودتر بتونم فراموش بکنم؟ شما فقط کافیه که نمیخواد به سنبول تب اضافه بکنید، چند تا برگ گلگاف زبان، مثلا یه 10-12 تا برگ گلگاف زبان رو روش آب جوش بریزید و بگذارید 2-3 دقیقه بمونه دم بکشه و نوش جان بکنید، بسیار فرح بخشه. و یا اینکه یک عرق سیب رو فالوده بکنید و یه مقدار روش عرق بیدمشک استفاده بکنید و بعد البته یه مقدار عسل هم میتونید بریزید، این آرام آرام نوش جان بکنید، ببینید که در رفع این تنش های عصبی بهتون چقدر کمک میکنه که خدا نکرده زود انزالی به سراغتون نیاد. و یا از عطرهای خوش استفاده بکنید، عطرهایی که با مزاجتون سازگاری داره، مثلا گرم مزاج ها از عطرهای خنک استفاده بکنن و سرد مزاج ها از عطرهای گرم استفاده بکنن. معمولا به خانم هایی هم که سرد مزاجی جنسی دارن ما توصیه میکنیم که از سویق سنجد و البته از عطر سنجد طبیعی غافل نشن و استفاده بکنن. ببینید یه نکته خیلی مهم، یکی از علت هایی که زود انزالی سراغ به خصوص آقایون میاد اینه که با شکم خالی رابطه جنسی برقرار میکنن. این در دراز مدت حتما باعث ضعف نعوز و ضعف میل جنسی و البته زود انزالی میشه. حتما و حتما قبل از رابطه جنسی ولو شده، البته نباید با شکم پر رابطه جنسی وجود داشته باشه و باید معده سبک باشه از غذا، قبل از رابطه جنسی مقدار کمی عسل توی کامتون بگذارید و بعد رابطه جنسی داشته باشین و البته بعد از رابطه جنسیتون هم مقداری دوباره کمی عسل و یا شیره انگور در گرم مزاج ها میتونن استفاده بکنن تا در دراز مدت زود انزالی به سراغشون نیاد. هم خود ارضایی سلف اکشن در دراز مدت حکما مؤکد میفرمایند که باعث ضعف اعضای رئیسه، یعنی قلب و مغز و کبد میشه، باعث ضعف نعوز میشه، باعث ضعف شدید کلیه میشه، باعث مشکلات پروستات میشه، باعث ضعف بیضه ها در تولید ماده منی میشه و مشکلات متعددیه. کسانی که در جوانی و نوجوانی خودونه کرده اعتیاد به خود ارضایی داشتن متاسفانه میتونن منتظر زود انزالی بعد از ازدواجشون هم باشن. پس این رو به نوجوانها و جوانها انذار بدید و توجه بدید که اصلا و اصلا دوروبر خود ارضایی و سلف اکشن نرن، کاری بسیار بسیار مضر و خطرناک هست و میتونه بیماری های متعددی براشون ایجاد بکنه. اگر میخواید خود زود انزالی به سراغتون نیاد، آنتی بیوتیک رو مصرفش رو کاهش بدید. ببینید ما سالهای سال هست که از عصر آنتی بیوتیک ها وارد عصر مقاومت آنتی بیوتیکی شدیم، به خاطر اینکه مصرف آنتی بیوتیکمون خارج از قاعده بوده و این باعث شده که بدن ما و البته باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم بشن و البته بدن ما هم بسیار ضعیف بشه. وقتی که تو دائما داری از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنی، بدنت دچار ضعف میشه و همین ضعف باعث میشه که متاسفانه زود انزالی بیاد به سراغت. ضمن اینکه اگر خواب کافی نداشته باشی، ببین بهترین زمان مکانیزم درست کبدی، مغزی و قلبی که در پست ها متعدد هم گفتیم
از ساعت 9:30 شب تا 2-3 بامداد. وقتی که شما تا ساعت 12:30 یک شب بیدار هستید، مطمئنن مکانیزم طبیعی بدنتون دچار اختلال میشه و در دراز مدت زود انزالی میتونه بیاد سراغتون. و این نکته مهم دیگه، اگر شما، شاید باورتون نشه، اما اگر شما از لباسهای تنگ، به خصوص شلوار تنگ، ساپورت خیلی زخیم، کمربندهای تنگ استفاده بکنید، کمربندتون خیلی محکم ببندید، این در دراز مدت متاسفانه میتونه باعث ضعف خوندسانی به اندام تناسلی و حتی زود انزالی بشه. این نکات بسیار بسیار کاربردی رو یاد بگیرید، به دیگرون هم انتقال بدید و نشر بدید. امیدواریم که این مشکل مرتفع بشه.